بیشتر صحبت میکنیم در رابطه با آقای کبیر خوشبین، مسئول مطبوعات پارالمپیک. آقای خوشبین، خوش آمدید. خوش باشید. ما هم بانوی خود سلام های خدمت شما و بیننده تقدیم میکنم. سپاس، سلام به شما. ابتدا میشه در مورد انتخابات که امروز برگزار شد و آقای امیر محمود محمودی به حیث رئیس فدراسیون پارالمپیک برگزیده شد. اینا در گذشته چی فعالیت ها داشتن، چی دستاوردها داشتن و برنامه آینده چی خواهد بود؟ خوب، خوشبختانه امروز دستاورد خوبی که ورزش افغانستان، تربیت بدنی افغانستان داشت این بود که برای اولین بار انتخابات پارالمپیک افغانستان به شکل رسمی امروز راندازی شده بود که محترم حاجی صاحب امیر محمود محمودی که رئیس ازبق پارالمپیک بود دوباره انتخاب شد و رای اعتماد گرفت و جای افتخار است که به حساب یک شخص خوب باز هم در پارالمپیک افغانستان برگزار شد. و فعالیت هایی که حاجی امیر محمود رئیس پارالمپیک افغانستان داشت، یکی از بزرگیاش خوبشی بود که همیشه با ورزشکاران معلول در هر برنامه های ورزشی سهم فعال داشتک. و دستاورد خوب دیگه که داشتگی بود که در سال 2016 توانست تیم ویلچر باسکتبال افغانستان فدراسیونش مستقل ساخت و تحت پوشش کمیته بین‌المللی سرب سرخ به حساب سرپرستیش به حساب ایجاد کرد و همچنان تفاهمنامه خوبی با معینت شده مالین داشتک و همچنین یک تفاهمنامه به خاطر رشد پینگ پانگ پارالمپیک افغانستان با سرمیاش داشتک و همچنان یکانه دستاورد بزرگی اینا که بوده که توانست بدون هیچ نوع امکانات در جریان 4 سال کسب سهمی پارالمپیک مسابقات 2016 برازیل بوده که به حساب توانست به دست بیاره که جای افتخار است به پارالمپیک افغانستان و کمیته المپیک افغانستان هم در جریان 4 سال که بالای از اونها میلیاردها افغانی مصرف شد اونها نتوانستن کسب سهمیه کنه و ما تیم پارالمپیک افغانستان توانست کسب سهمیه کنه و باز هم در جریان 4 سال که آقای امیر محمود بود اینا توانستند دستاوردهای خوبی بین‌المللی که داشت به حساب برای اولین بار تیم ویلچر باسکتبال به عنوان افغانستان جام قهرمانی والی کپ شده و باز هم تیم ویلچر باسکتبال افغانستان کسب سهمیه نمود به بازی های مسابقات پارالمپیک اندونزیا کسب و همچنان تیم قایقرانی ما در سال 2016 توانست در بین 11 کشور مقام دوم سوم به دست آورد و همچنین در بخش پارا تکواندوی ما توانستیم در جام بین المللی که سطح مسابقاتش هم خیلی بالا بود برای اولین بار توانستیم مدال نقره جام بین المللی مصر و نام پارالمپیک افغانستان به دست بیاریم و همچنین دستاوردهای داخلی هم تا هر توان با همکاری پارالمپیک افغانستان یگانه فدراسیونی که تمام اسنادش در ریاست تربیت بدنی به حساب پاک و به شکل درست پیش میرفت و در بین تمام فدراسیونها هم توسط جلسه هیئت رهبری تربیت بدنی افغانستان پارالمپیک افغانستان به شکل شفاف شناخته شد. بسیار خوب. خود ایجاد این فدراسیون به کدام سال برمیگرده و مشکلات که مشخص شما دارید قسمت فدراسیون پارالمپیک دارین و خصوصا ورزشکارا داره چی است؟ خوب، پارالمپیک افغانستان در سال 1382 توسط ورزشکاران معلول در چارچوب ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی افغانستان ایجاد شد و بعد از او که روز به روز ورزشکاران معلول به ورزش شمالی ناگاهی پیدا نمود و امروز خوشبختانه در 12 ولایت به حساب نمایندگی بخش ورزش های معلین داریم که سالانه با همکاری کمیتی صلیب سر مسابقاتشان برانداخته می شود و مشکلات عمده که ما داریم یکی کمبود بودجه است که همین نداشتن بودجه است که به حساب مانع پیشرفت ورزش معلین در افغانستان شده و دومی که ما درست مکانهای ورزشی نداریم برای معلین. بودجه شما از طرف ریاست تربیت بدنی باید پرداخت شود؟ بله، تربیت بدنی تا هر توان ما را همکاری کرده که اگر جا داره که از جریان 15 سال 16 سال تا هر توان تربیت بدنی مسابقات داخلی ما را و سفرهایی که بسیار مهم بوده
تا هر توان ما را سپورت کرده و همچنان موینت شده ملی تا هر توان در برنامه های تشویقی ما سهم فعال داشته و مشکلیم دی دیگری که داریم که ما به حساب در بخش مالی ترنرهای و زیزده نداریم که به حساب در هر بخش ما سبک های مختلف کلاس های مختلف است که باید اونا آموزش ببینند و باز هم ما بازیکن های تیم ملی که خودم هم یکی از جمله مدال آورایش هستیم که در مسابقات بیرون مرزی رفتیم برنامه های ورزشی مالی در بازی های پارالمپیک و مسابقات آسیایی که دیدیم از امون تجارب خود توانستیم تا هر توان رشتهایی که مالین علاقمندی داشتن به حساب 12 رشته ورزشی مالین فعلا در پارالمپیک افغانستان فعال است که در هر بخشش دستاورد خود دارن. مشخصا کدام رشته؟ مثلا تیم ویلچر بسکتبال داریم، والیبال نشسته داریم، فوتبال داریم، تیم گلبال ایجاد شد، تیم بسکلدانی داریم، آب بازی داریم، تیم پاورلفتینگ داریم و همچنین تیم بیتمنتون داریم که تیم های و یگانه خوشبختی دیگه است که در ولایت هرات که پارالمپیک هم ایجاد کرده در اونجا هم 5-6 تیم ما به حساب ایجاد شده و با همکاری پارالمپیک هرات اینا چند بار به مسابقات بیرون مرزی دوستانه به کشور ایران اشتراک کردن که سهم فعال خود دارن و خوشبختانه جای افتخار است که پارالمپیک افغانستان بدون امکاناتی که در اختیار نداره و بودجه هم در دسترس نداره باز هم از نظر به دیگر فدراسیون ها دستاوردهای ما فعالیت های ما زیاد است. اگر واقعا دولت افغانستان تربیت بدنی افغانستان با پارالمپیک افغانستان بودجه را در اختیارشان در نظر بگیره و ما صاحب بودجه شیم شاید ما دستاوردهای زیادی را در جهان نه در افغانستان بلکه در تمام جهان می داشته باشیم. آقای خوشبین میشه در مورد مشکلات و چالش هایی که صدرای شماست و آیا کمیته پارالمپیک فعلا در وضعیت که هست بر شما قناعت بخش است یا چطور؟ خب ما مشکلات زیاد داریم، مشکلات مربی داریم، جای داریم و مشکلاتی که به حساب اثری که به حساب اثری که دولت به حساب حل شوه تا هنوز به مشکلات ما رسیدگی نشده و در حالتی که به حساب پارالمپیک افغانستان به حساب قرار داره و تربیت بدنی افغانستان و کمیته المپیک افغانستان بخصوصا تربیت بدنی افغانستان که تا حد توان ما را حمایت میکنه این قناعت بخش نیست چون در تمام جهان کمیته ملی المپیک پارالمپیک مستقل است و مثل کمیته المپیک فعالیت خود می داشته باشه و از لحاظ اقتصادی هم چون در دیگر کشورها پارالمپیک خود در حوالیت کار خود قرار می دهد چون اونا معلول هستند هر نوع امکانات در اختیارشان قرار می دهد اما بعد تصف در افغانستان از سالی که ایجاد شده که پیشترین دستاوردها را ما هم داشتیم کسی نه به حساب پارالمپیک افغانستان کنم بودجه را منظور کرد در جریان دو حکومت در حوالی که به حساب آمد و در حکومت وحدت ملی هم توسط با رئیس جمهور که ملاقات داشتیم اونا هم یک حکم داد که باید به پارالمپیک افغانستان یک بودجه در مد نظر گرفته شود اما تربیت بدنی تا هنوز به او پاسخ نگفته و هی امکاناتی و که امکاری که تربیت بدنی میکنه ازشون سپاسگزار هستیم اما به ما قناعت بخش نیست چون ما بیشترین سفرها را به حساب از 10 میلیون رویدادهای مهمی را در رشته های مختلف ما در هر سال 2 سفر یا 1 سفر میریم حداقل باید و ما بیشتر امتیاز داده شود چون ما بیشترین رشته ها را داریم و باز هم ما در پارالمپیک افغانستان بیشتر از تنها در مرکز بیشتر از 600 یا 500 ورزشکار معلول داریم که اینا تمامشان گلهای سرسبد از جامعه هستند با وجودی که تمالیات مشکلاتی دارن باز هم من ورزش میکنن میخوان از طریق ورزش مصدر خدمت به جامعه شون باید به اینا توجه شون مثل که ورزشکارای سالم دستاوردهای بیرون مرزی میرن اینا تشویق میشن تا ریاست جمهوری میرن اما بعد تصف در جریان 2 سال که پارالمپیک افغانستان ورزشکارش مدال میاره هیچ کسی نه اینا را تشویق کردن نه تشویق معنوی شدن نه تشویق مادی که خودش ضعیفی دولت و ضعیفی اداره ورزش افغانستان نشان میده. بسیار خوب. در مورد دو ورزشکار ما که در مسابقات آسیا قرار است شرکت کنند در مورد آمادگی هایش و همچنان در مورد مسابقات آسیایی میشه اشاره بندازن که چند کشور اشتراک کردن؟ خوب خوشبختانه باز هم تیم پاراتگواندو افغانستان
برای اولین بار در مسابقات پاراتکواندوی آسیا که چهارمین دورش است که مسابقات آسیایی توسط فدراسیون پاراتکواندوی آسیا برگزار می شود و از افغانستان اولین بار است که در این مسابقات آسیایی پاراتکواندو را پیدا می کند و این مسابقات در کشور ویتنام برای 4 روز راندازی می شود که خوشبختانه از پارالمپیک افغانستان در رشته پاراتکواندو دو ورزشکار به اسامی زبیر ایداری و زکیه خدادادی در این مسابقه اشتراک کرده و تشکر میکنم از فدراسیون تکواندو افغانستان که تا هر توان در بخش پاراتکواندو ما را همکاری کرد و عضویت پاراتکواندو را گرفتیم و جای افتخار است که ما در سال 2016 هم با همکاری فدراسیون تکواندو در مسابقات جام مصر اشتراک کردیم در رشته پاراتکواندو مدال نقره را به دست آوردیم. سپاس از حضورتان آقای کبیر، خوشبین در تمنیست. از شما همچنین.